خزانداری آمریکا درباره تحریم زندان اوین زندانیان در اوین با رفتار وحشیانه، تعرض و تاجم فیزیکی و شوک الکتریکی مواجهند. وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بندهای دائمی خود را در زندان اوین دارند. خزانهداری آمریکا در بیانیه خود به تاریخ نهم خرداد 97 درباره تحریم های جدید علیه رژیم تاکید کرد اقدامات روز چهارشنبه سرکوب مردم ایران توسط رژیم و جلوگیری از آزادی بیان و تجمع صلحآمیز آنها را هدف قرار می دهد. که پرزیدنت ترامپ در هنگام اعلام تصمیمش به توقف شرکت ایالات متحده در برجام گفت آمریکا اجازه نخواهد داد رفتار شرورانه رژیم ایران بی پاسخ بماند. این اقدامات نشان دهنده حسابرسی از اشخاص مخرب به رغم تلاششان برای پنهان شدن از نظارت بین المللیست. است. خزانداری آمریکا سپس درباره افراد و مهره های شده نوشته است. زندان بدنام اوین به خاطر اعمال جنایتکارانه سرکردگان رژیم آخوندی لیست شده است. زندانیان در اوین با رفتار وحشیانی از جمله تعرض، تاجم فیزیکی و شک الکتریکی مواجهند. و وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بندهای دائمی خود را در زندان اوین دارند. وزارت اطلاعات در سال 2012 و سپاه پاسداران در سال 2011 به خاطر نقض جدی حقوق بشر لیست گذاری شدند. تشکل موسوم به انصار حزب الله همراه با سه مهره مرتبط با آن به خاطر نقض جدی حقوق بشر لیست شده است. این تشکل در سرکوب وحشیانه شهروندان ایرانی نقش داشته و در حمله خشونتبار به دانشجویان ایرانی با چاقو، گاز اشکاور و باتون برقی با بسیج همکاری کرده است. ارگان بسیج به نوبه خود در نهم جوان 2011 لیست گذاری شده است. خزانداری همچنین به نقش جنایتکارانی این تشکل سرکوبگر در اسید پاشی علیه زنان در شهر اصفهان به بهانه بدهجابی اشاره کرده است. عبدالحمید محتشم از اعضای اصلی گروه موسوم به انصار حزب است و تعدید که با استفاده از این گروه به گشتنی در خیابانها و حمله به زنان می پردازد. حسین الله کرم به خاطر اقداماتش به نیابت از انصار حزب الله لیس شد. در سال 2011 اتحادیه اروپا او را به خاطر نقشش در تأسیس و نیز سرکردگی این ارگان تحریم کرد. حمید استاد از دیگر عوامل تحریم شدی این گروه مؤسس بخش مشهد انصار است، و در حمله به کنسولگری عربستان در مشهد نقش داشت است. در مورد گروه برنامه‌ریزی هانیستا، خزانداری آمریکا توضیح داده است که این گروه به خاطر اقداماتش برای پیشبرد اعمال سرکوب توسط رژیم و اعمال سرکوبگرانه متعاقب آن گذاری شده است. گروه برنامه‌ریزی هانیستا مسئول تولید و توزیع نسخه‌های آلترناتیو برای تلگرام است که مانیتورینگ و ردیابی کاربران ایرانی و بین‌المللی توسط رژیم ایران را تسهیل می کند. گروه برنامه ریزی هانیستا، مانیتور و ردیابی شهروندان ایرانی را تسهیل می کند که می تواند منجر به نقض‌های جدی حقوق بشری توسط حکومت ایران از جمله توسط سپاه و وزارت اطلاعات شود. در بهمن ماه 96، دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا با معرفی کتاب ایران سرکوب سایبری، جزئیاتی از فعالیت‌های سرکوبگرانه رژیم آخوندی در پهنه سایبری را از جمله به کارگیری شرکت همچون هانیستا فاش کرد و نوشت سپاه پاسداران از طریق شرکت های پوششی همچون هانیستا در همچون موبوگرام یک نسخه غیررسمی تلگرام را تولید کرده است نکته قابل توجه این است که برخی از این نرم‌افزارهای های جاسوسی در گویل پلی، اپل استور و جیت هاب در دسترسند. در همین رابطه برایت بارت نیوز نوشت به دنبال کنفرانس مطبوعاتی نمایندگی شورای ملی مقاومت گوگل اعلام کرد این اطلاعات را بررسی می کند و متعاقبا نرمافزار تلگرام سیاه را حذف کرد خزانداری آمریکا درباره لیستگذاری شورای عالی فضای مجازی رژیم و عبدالسمد خورم آبادی دبیر کارگروه ماسون به تعیین مصادیق مجرمانه توضیح می دهد که آنها به خاطر دست داشتن در اقدامات مربوط به سانسور و من محدود کردن یا مجازات به کارگیری از حق آزادی بیان و آزادی تجمع لیست گذاری شدند. فیروزآبادی مسئول تلاش های حکومت ایران برای بلوکه کردن نرمافزار های شبکه اجتماعی همچون تلگرام و وادار کردن ایرانی ها به استفاده از نرم‌افزارهای حکومتی است که توسط رژیم مانیتور می شوند. عبدالسمد خرم به عنوان دبیر کارگروه ماسوم به تعیین مصادیق مجرمانه بر فیلترینگ و بلوکه کردن محتویات سیاسی حین انتخابات نظارت داشته است. او در سال 2017 بسیج را مأمور کرد که سرکوب فعالیت سایبری توسط رژیم را به پیش ببرد. درباره عبدالعلی علی ازکری رئیس سازمان صدا و سیمای رژیم خزانداری خاطر نشان می کند که صدا و سیمای آخوندی خودش در فوریه 2013 لیستگذاری شده و در سانسور مطبوعات مختلف و پخش اعتراف های اجباری از زندانیان سیاسی دست دارد. لیستگذاری و تحریم زندان بدنام اوین که کانون جنایت ها و قتل عامها و شکنجه های وحشیانه رژیم ولایت فقیه است، جوشش خون شهیدان و قهرمانان مقاوم در دهی شست و شهیدان سربدار قتل عام شست و تا کانون شورشی 350 و قهرمانانی همچون غلام رضا خسروی است که در این شکنجگاه برای آزادی جنگیدند و جانفشانی کردند غلام رضا خسروی زندانی مقاومی که روز جمعه چهارمین سالگرد شهادت اوست صبح یکشنبه شنبه خرداد سال 93 پس از دوازده سال شکنجه و اسارت به دست دشخیمان رژیم آخوندی در زندان گوهردشت حلقاویز شد دشخیمان در طول سالهای گذشته غلام رزا را تحت شدیدترین فشارها و شکنجه ها قرار دادند تا او را در هم بشکنند و او را وادار کنند که از هواداری از مجاهدین دست بکشد اما او تا آخرین ساعت که در سلول انفرادی دست و پایش در زنجیر بود داغ تسلیم و کرنش را بر دل دشخیمان گذاشت در 24 فروردین سال 96 نیز خزانداری آمریکا اداره کل زندانهای رژیم در تهران و سهراب سلیمانی از مسئولان این ارگان سرکوب و برادر سرکرده نیروی تروریستی قدس را به خاطر نقض جدی حقوق بشر از جمله به دلیل نقششان در جنایات رژیم علیه زندانیان سیاسی لیز گذاری و تحریم کرد. وزارت خزانداری آمریکا در بیانیه خود در همان روز با اشاره به یورش وحشیانه دشخیمان خامنه به زندانیان سیاسی مقاوم بند 350 زندان اوین در 28 فروردین سال 93 نوشت در حادثه ای در آوریل 2014 فروردین 1393 در زندان اوین تعدادی از گاردهای امنیتی و مقامات بالای زندان به زندانیان محبوس در بند 350 حمله و آنها را شدیداً مضروب کردند. این حمله ساعتها ادامه داشت و طی آن بیش از سی زندانی مصدوم و مجروح شدند. پس از آن برخی از زندانیان به رغم جراحاتشان به سلول انفرادی منتقل شدند و مراقبت پزشکی دریافت نکردند. سهراب سلیمانی طی این حادثه خشونتبار مدیر کل زندانهای استان تهران بود. وی به خاطر اقدام کردن برای یا از طرف اداره کل زندانهای تهران چه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مورد تحریم قرار می گیرد. سلیمانی در حال حاضر موقعیت مدیریتی در سازمان زندانهای کشور دارد که بر اداره کل زندانهای تهران نظارت دارد. حملات به زندانیان و دیگر موارد نقض حقوق بشر در زندان اوین از آوریل 2014 ادامه پیدا کرده است. از جمله محرومیت از دسترسی به مراقبت پزشکی یورش وحشیانه دشخیمان خامنهی به بند 350 اوین در فروردین ماه سال 93 که وزارت خزانهداری آمریکا به عنوان یکی از نمونه های جنایات رژیم و دشخیمانی همچون سهراب سلیمانی آن را ذکر کرده بود، در آن زمان با موجی از محکومیت های بین المللی مواجه شد. متعاقبا رژیم پلید آخوندی برای انتقامگیری از زندانیان بند 350 و دیگر زندانیان مقاوم در همه زندانهای رژیم در آستانه سی خرداد 93 زندانی مقاوم و قهرمان قلام رزا خسروی را به نحو وحشیانه ای اعدام کرد. وال زندان تحت کنترل سپاه پاسداران است. و گزارش های ثبت شده از شکنجه و نقض حقوق بشر در این زندان طی چند دهه وجود داشته است. هدف تحریم های جدید خزانداری آمریکا نام مشروع کردن رژیم خامنه است. به دنبال تحریم و لیس گزاری سه ارگان دستگاه سرکوب رژیم آخوندی شامل زندان بدنام اوین، باند چماغداران لباس شخصی خامنه ای موسوم به انصار الله صدا و سیما آخوندی و شش تن از مهره های سرکوبگر مربوط به این نهادها از جمله رئیس صدا و سیما آخوندی و دبیر شورای عالی فضای مجازی رژیم توسط خزانداری آمریکا به خاطر سرکوب مردم ایران و دست داشتن در نقض حقوق بشر و سانسور مطبوعات و اینترنت والسیل جورنال در گزارشی نوشت در دور دیگری از اقدامات تنبیهی هفتگی به منظور منظوی کردن حکومت تهران و وادار کردن آن به تغییرات بنیادین در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایالات متحده روز چهارشنبه چند گروه و مقام رژیم ایران را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کرد وزیر خزانهداری آمریکا گفت خزانهداری برای حسابرسی از رژیم ایران به خاطر نقضهای حقوق بشری جاری سانسور و سایر اعمال شنیان علیه شهروندان ایرانی دست به اقدام میزند این گزارش می افساید هدف اقدام روز چهارشنبه خزانه داری که شامل اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر و سرکوب سیاسی مردم ایران می شود نامشروع کردن رژیم خامنه است ایالات متحده می گوید زندان اوین تحت کنترل سپاه پاسداران است و گزارش های شده ای از شکنجه و سایر نقض های حقوق بشری در این زندان طی چند دهه وجود داشته است خزانه گفت که انصار حزب الله و سه تن از سران آن که روز چهارشنبه تحریم شدند مرتکب خشونت علیه معترضان ایرانی، مخالفان و زنان شدند. ویکلی استاندار در گزارش خود می نویسد تحریم های روز چهارشنبه به دنبال اعتراضات سیاسی و اقتصادی در ایران صورت می گیرد که طی ماه بعد از قیام گسترده دسامبر 2017 ادامه یافته است. خزانداری انصار حزب الله و سهتن از مؤسسان این گروه را لیس گذاری کرد. گروهی که به سرکوب خشونتبار شهروندان ایرانی کمک کرده است. خزانداری همچنین چند نهاد را به خاطر نقش داشتن در سانسور مجازات کرد. حمایت سناتور مارکو روبیو از تحریم‌های جدید علیه رژیم آخوندی. سناتور مارکو روبیو کاندیدای پیشین ریاست جمهوری آمریکا با حمایت از تحریم و لیسگزاری زندان بدنام اوین و سایر عوامل سرکوب و سانسور رژیم آخوندی گفت وزارت خزانهداری را به خاطر ایستادن در کنار مردم ایران و اعمال تحریم های جدید مرتبط با نقض حقوق بشر و سانسور در ایران علیه زندان اوین، انصار حزب الله و بنیانگذارانش گروه برنامه هانیستا، و رئیس صدا و سیمای رژیم ایران عبدالعلی علی اسکری تحسین می کنم.